خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان نازنینم سلام، امیدوارم همه ایتان خوب و صحتمند باشین و جامعه صحتمندی را برتن داشته باشین. هموطنان خوبم، شما یک بار دیگر برنامه جدی انسانیت مساعدت خانه به خانه جدی انسانیت را از آبی میدیا بیننده هستید. امیدوارم همیشه حمایتگر باشید و همیشه هم بیننده و تشویقگر. امروز خوشبختانه دوباره توانستیم تا برای کمک رسانی به خدمت او هموطنان ما که نیازمند هستن و مستحق هستن برسیم. امروز خوشبختانه ما با کمکی که از طرف بلانجان از استرالیا برای ما رسیده بود دوباره آمدیم تا مبلغ 10,000 افغانیش برای یک فامیل تخصیص بدیم. اما ما امروز تنها نیستم، آقای سید مشتاق موحد همکار خوب ما هم همراه ما هست. خوب است که صحبت داشته باشه موحد سر و بگو که به کجا آمدیم و اینجا چه گپ است. سلام خدمت بیننده های عزیز، بیننده های عزیز آبی میدیا، سلامت باشین. خوشحال هستیم که در برنامه جاده انسانیت و کمک به هموطنان ما در کنار شما هستیم. دقیقا ما در دشت برچی هستیم، به خانه یکی از شهدای کورس کوثر آمدیم، شهید احمد فرید، قربانی رویداد خونین روز شنبه. بریم داخل خانه و تمام چیز از نزدیک ببینیم. بله، متاسفانه که یک حمله بسیار خونینی و دوباره کابل افغانستان شاهدش بود که در اون بسیاری جوانان این نمونه و گل من را در کورس در یک جایی که همه میاموزن از دست دادیم که یکیش شهید احمد فرید قربانی هست که قربانی این حادثه تفکرات شد. پس میرم به داخل خانه شان، امیدوارم تا آخر برنامه ما را بیننده باشید. بفرمایید واحد. سلام، خوب استی؟ سلام است. مرا کلکتا خانه تان اینجاست؟ بیا که بریم، بیا بیا. و ایره همه ما برمه هست یک روز من هم بیرون خانه ایسی ما رو خراب کنم. آمین سر میگونه کنم خانه ایسی چون ما رو خراب کنم. مادر جان بچه اشرف خیلی بکن بیرون نه خوره بچه اخره بخوره نه. مادر جان مادر جان ما همه ما ایراره داریم. خداوند در راه علم بچی تو را شهید ساخت، یعنی بچی تو در راه علم شهید شد، به دنبال آموختن علم، و این افتخار است و این روز قیامت شفیع و مشفی میشه، از شما و اعضای خانواده شما شفاعت میکنه. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که از خانه بیرون میشه و طلب علم و در دنبال طلب علم شهید میشه، او مقام و مرتبهش بالاتر از شهیدی است که در جنگ میجنگه. روی لحاظ خداوند صبر نصیبت کنه. ما درک میکنیم که بسیار سخت است و انشاءالله که خداوند این غم و درد هیچ وقت در خانه ایت نمید. میفهمم بیادر ما برمیسن است، ما برمیسن استم چقدر به انسان سخت تمام میشه این اتفاق سخت. خوره خوش میدیم شد بچه مزیرانم در میایخ میکنم خدا اگرم رفقایش نمید نیچ گفتن هم تیمیز یخن خصد تو پرکلکت. دقیقا ما در کنار پدر فرید جان هستیم. فرید جان شهیدی که در رویداد خونین کورس کوثر در دشت برچی شهید شدن. پدر جان سلام. علیکم السلام. پدر جان این رویداد تلخ و خونینی که روز شنبه اتفاق افتاد و فرید جان و مثل فرید جان خیلی از دانش آموزار از ما و از شما گرفت، چگونه رویداد بود؟ رویداد تلخ بود دیگه، رویدادی بود که قابل گفتن نه دیگه، رقم کربلا آوری اول ماتم بود، یک حالی بود که دیگه ما از این سر کار می آمدیم طرف خانه، برای ما زنگ زد که
فرید به مکوس درس میخواند تا بالا نامده و زمین اینجا داور داشتیم رفتیم طواف شفاخانه. پدر جان خودت چه کار میکنی؟ گرچه من خودم خوب مستریم موتر نگه نمی کار مستری گری میکنم. کارتان مستری است. چطور است شرایط اقتصاد خانه و چی رقم زندگی به پیش میره؟ از این برای ما بگو. شرایط اقتصاد خانه خو گرچه در افغانستان 90% مردم در فقر است. درست. اون زندگی که ما در خارج هم دیدیم اون رو اگه ما با اونا مقایسه کنیم ما زیر صفر هستیم. درست. این امیال ما گفتم قرضدار هستم. این مال در حدود 1.5 لک یک لک و 60,000 یک لک 70,000 قرضدار هستم. دیگه اقتصاد چی گفتم؟ دیگه خونم وقت قرضدار بودی دیگه از صفر به پایین هستی دیگه. نقیب جان برادر فرید شهید است. قبلا که من اینجا آمدم به تعزیت داری و همدلی اینا رو ندیدم. اینا تازه از ایران آمدن. برادر شهید هستن و تازه از ایران آمدن. سلام باشه. علیکم. خودت از فرید جان بزرگتر هستی یا خردتر هستی؟ من از بزرگتر هستم. بزرگتر هستی. خودت تازه از ایران آمدی؟ من بله تازه از ایران. دو سه روز میشه تازه از ایران آمدم. درست. چی خبر کردن؟ شما را از خانه کس خبر کرد؟ از دوستا یا خبر شدین از طریق صفحه مجازی اینترنت چیزی؟ نه خبر نشدم دیگه. من آمدم افغانستان در خانه رسیدم رفیقم اینجا دوستان اونجا بود دیگه شب من خبر نکرد صبح چیزی همینجا خبر کرد دیگه خبر غم‌انگیز که اصلا قابل شنیدم نبود. یعنی خودت خبر نداشتی؟ یعنی از که در خانه هم رسیدی خبر نداشتی؟ نه خبر نداشتیم دیگه اصلا سری من غم انگیز بود دیگه یا از اینکه غم اومد نبود من از ایران بود خبر خوبیست بود. چی کار میکنی در ایران دارشان؟ در ایران کار بندایی میکنم. چطور؟ و اقتصاد خانه رو میتونی که زوی مایت بکنی؟ نه میشه پول ایران صرف پایینه این قیمتی ها. چقدر دیر میشه که ایران رفته بودی؟ یک سال. یک سال فریده ندیده بودی؟ یک سال فریده ندیده. وقتی رفتن فریده دیدیم وقت آمدن دیگه غم‌انگیز بود. درست. آخرین بار فرید جان در کجا دیدی؟ در کمپانی باش ملاقات کردم خداحافظی کردم باش فرید جان دی. رفتم طرف ایران. فرید جان با تو غیر برادری صمیمی بود؟ رفیقت بود؟ رفیق بود. آیشه برادر من رفیق بود دوست بود و ما درد ما هم درد بود یقینا قلب سنگ رو میشکافت. آمدی دیگه قابل توجه نیم و تا که این طرفات دادا بریم دیگه. درست. تشکر. مادر از این برمه قصه بکو که فرید اولاد چندمت بود؟ اولادی پنجم. فرید ارزو داشت کشم شهر روز اینجی درس میخوان مادر مرد ارسی رایی نکیم نمانی رایی که نکن که بیل ما درس بخوانم که ما در جای بیرسم. فرید کشم امید دردم روزی غریبی امور امود رساندی تا رایی مکدی در کورستم رایی مکدی که تو باشده میکنم چی شنه. فرید جان قدر ارزو داشت جان خوب خوب فرید ارزو داشت. فرید نقیب تنها اولادای شما نیست، تنها خواهر و برادر و بیادران نیستن، برادرای همه ما هستن. فرید جان برادر ما هم بود، برادر با جان برابر موحد صاحب بود و از همه ما. پدر جان تو چه آرزوی داشتی با فرید جان خان که روزی فرید چگونه ببینی؟ من هر روز که به این می دیدم خود ما یک قسم برای ما غرور پیش می آمد که مطمئن بچه های من الحمدلله روز تا روز جوان میشن، روز تا روز رسیده تر میشن، روز تا روز خوب تر میشن. دیگه نمی تا آرزو داشتیم که ما یک جای خوب برسن. نقیب جان حال برای ما بگو که چی کار می خواهی انجام بدی؟ چی پلان داری؟ پس می خواهی بری ایران؟ پس می خواهی اقتصاد و فامیل حمایت بکنی؟ چی کار بکنی؟ همینجا می خواهم تصمیم دارم در رای بیاور خود ادامه بدهم ورزش بکنم با پدر خود پیشی ورزشکارم. چه ورزش میکرد فرید جان؟ بوکس کار میکرد. خیلی علاقه داشت با بوکس. در تصویر قبلی ما حدود 10-11 مدال شبه تصویر کشیدیم، تقدیر نامه شبه تمام میشه. فرید جان پس یک پسر قهرمان بوده و متاسفانه یکی از گلها را ما از دست دادیم و موحد صاحب
خوب است که یک قرائتی داشته باشیم به خاطر روح پاک شهدای که هر روز در افغانستان هزاران نفر شهید و کشته و زخمی میشه و با امید یک صلح سرتاسری همچنان قرائت را برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وجعل الجنة مثواه معنا إنا لله وإنا إليه راجعون الحكم لله. خدا هم بر شما صبر و اجر و پاداش نصیب بکنه پدر جان و همچنان مادر جان. احساس یک مادر در مقابل فرزند بزرگترین احساس است. خداوند در قرآن کریم همچنان بر ما آموزش میده همیشه که در مقابل مادر احترامش داشته باشین، حتی میگه برش اف نگوین، که خوشبختانه تو راضی هستی از پسرت. ما خطر راضی نیست فرید جان، ما خطر راضی نیست فرید جان. میاد که شما ترین کش که سخت یک گفت مگفت که مگفت نباس میگه که سخت گفت گفت فرید جان. این شرایط سخت است و اما مادر جان امروز ما هم آمدیم به پیش شما تا یک تسلیتی بگوییم و همچنان یک بتانیم کمکی بکنیم برای این فامیل که انشالله بتانه یک کمی دستگیر سختی هایشان باشه. دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده، مبلغ 10,000 افغانی پول نقد هست مادر گرامی. ایره ما به شما تسلیم میکنم. بفرمایید مادر. ای به عنوان همدلی و به عنوان توفیه هست مادر که برای شما تقدیم میکنیم و فکر بکنید که خواهر و برادر فرید دوباره آمده، اولادتان آمده و میگه که شما تنها نیستین مادر و انشالله که آخرین غم خانه ما باشه. و ما انشالله مادر کنارتون هستیم. امکان داشته باشد که همین بچه های مادر امکان داشته باشد که دمی کسایی که صدای ما را میشنوه و امکانش باشد که مادر در خارج بخواهن که همین تحصیل خود را در خارج بکنن، خیلی خوب میشه، چون که این مملکت دیگه به خیلی دل مازی ناامید شده. انشالله ما صدای شما را میرسانیم و پیام شما را میرسانیم. دل ما ناامید شده، میخواه که ادامه تحصیل اگر در اونجا امکان داشته باشه او انشاءالله. وطن دوستایی هستن که میشنون و از قدرتشان پر است، امکان داشته باشد که نار در اونجا بخواید ادامه تحصیل خود بکنه، خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه. دیگر از این غم خلاص میشیم، از این تشویش خلاص میشیم که بچه های ما جانش در امانه. برو برو میشه میگم که نرین آقا چه من دمی خانه بیشین گم که نرین دیگه در بیرون برو نشنیم تا تخ میشه می دیل از ما پیلال جدا میشیم که نریم دیگه امیز بیرون نمیز خانه ایچ بول نشنیم. ترسی هست که به دل مادر نشسته و خطر سخت هست. ما گزیده از ریسمان دراز میترسه و هر کسی که اگه اتفاق بیفته هر ثانیه میگه دوباره میفته، دوباره میفته، اگر زلزله شد میگه دوباره زلزله میشه، اگر انتحاری شد و هزار چیز دیگه. باز هم غم آخرتان باشه و انشالله که بشه یک کم ذره کمک بتانیم، کمک دستتان شویم و تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید تا ما امروزتان صحبت بکنیم. نقیب جان بازم امیدوارستم زیاد جگرخونی نکنی و تسلای دل فامیلت بیشتر باشه و راه علم راه برادر تا تعقیب بکنی انشالله راه پیروزی است. ما همیشه انشالله همکار شما میباشیم. و تشکر میکنم از تمام هموطنهای گلی که ما را تا این دم میننده بودن و میفهمم ناراحت شدن، میفهمم لبخندها از لبتان رفت، اما تراژدی سخت مملکتتان همی هست. پس بیایید تا همه ما در راه جلوی انسانیت یک جا باشیم و بیشتر این فامیل ها را بیاییم و حمایت بکنیم. تا برنامه بعدی که در خدمتتان حاضر میشیم، خداوند یار و نگهدار شما. خدا نگهدار شما، انشالله که حمایت های شما را داشته باشیم تا بتانیم همچنین فامیل های نیازمند را حمایت بکنیم.
تشکر.